سرخط خبرها. اظهارات متناقض مقام های ایران و آمریکا. روحانی میگوید پیشنهاد لغو تحریم ها را رد کرده. ترامپ میگوید پیشنهادی در کار نبود. آزادی نفتکش بریتانیایی توقیف شده در ایران. سیناین‌پرو از بندر عباس راهی دبی شده. انتقاد واشنگتن از رئیس جمهوری افغانستان. سفیر آمریکا میگوید اشرف غنی تلاش های اداره توسعه بین المللی را نادیده گرفته. و سفر به قلب درگیری های داخلی در لیبی. سازمان ملل میگوید جنگی تمام عیار در همین نزدیکی است. سلام به این بخش خبر خوش آمدید. دونالد ترامپ میگوید با درخواست ایران برای لغو تحریم ها علیه این کشور مخالفت کرده. پیشتر حسن روحانی در سفر بازگشت از نیویورک در تهران گفته بود آمریکا حاضر شده همه تحریم ها را لغو کند، ولی ایران چون به نتیجه نهایی مذاکرات و شرایط برگزاری آن اطمینان نداشته آن را نپذیرفته است. در همین حال مقام های اروپایی به ایران هشدار دادند اگر بار دیگر از تعهدات هسته‌ای‌اش کم کند اتحادیه اروپا هم از برجام خارج شد. هشداری در مقابل ایران که اروپایی ها را به کمکاری در حفظ برجام متهم کرده است. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. در اینجا رهبران فرانسه و بریتانیا را می‌بینید که دور رئیس جمهوری ایران را گرفتند و او را با خنده و شوخی مقابل دوربین‌ها ترغیب به دیدار با رئیس جمهوری آمریکا می‌کند. حسن روحانی هم می‌خندد ولی نمی‌پذیرد. اما حالا آنچه دو منبع خبری بی بی سی و گاردین به نقل از اروپایی ها گزارش می دهند با حال و هوای این صحنه متفاوت است. طبق این گزارش اروپایی های امضا کننده برجام در پشت درهای بسته به وزیر خارجه ایران هشدار دادند تعهداتتان را در برجام بیش از این کاهش ندهید. فرانسه و بریتانیا و آلمان به ایرانی ها گفتند اگر بیش از این کاهش دهید شاید ما هم از برجام خارج شویم. اگر شما نتونید به تعهداتتون عمل کنید ما هم تعهداتمون رو به تدریج کاهش میدیم. روشن است که ایرانی ها با شنیدن این هشدارها عقب ننشستند، چون حسن روحانی در کنفرانس خبری که دیروز داشت گفت اگر اوضاع به همین منوال پیش برود ایران تعهداتش رو در برجام بیش از این هم کاهش خواهد داد. اگر باز هم اروپا نتونه عمل کنه به وظایفش به طور طبیعی قدم‌های بعدی رو برمی‌داره. اگر این اتفاق بیفتد و اروپایی ها هم هشدار خود را عملی کنند دیگر از برجام خبری نخواهد بود. بیشک دولت آمریکا از چنین اتفاقی خوشنود خواهد شد، هرچند مخالفان این دولت در داخل آمریکا به دونالد ترامپ خواهند گفت این تو بودی که با خروج از برجام باعث شدی کار به اینجا بکشد. تا چند ساعت دیگه هم کارهای فنی ایران تا الان در واکنش به خروج آمریکا از برجام اندکی بیش از آنچه برجام اجازه داده اورانیوم ذخیره کرده و اندکی بیش از آنچه برجام اجازه داده اورانیوم غنی کرده. ایران انجام چنین کاری را پنهان نکرده. دیروز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم تایید کرد که ایران این کار را کرده. حالا سوال مهم این است آیا ایران 6 هفته دیگر تعهداتش را در برجام باز هم کاهش می‌دهد و اگر بدهد آیا اروپایی‌ها هم از برجام خارج خواهند شد؟ من در کل امروز بعد از سفر تحریم های آمریکا را سست‌تر از هر زمان دیگر می‌بینم. حسن روحانی حالا با این پیام به تهران بازگشته، ولی این را هم گفت که آمریکایی‌ها چند بار به کشورهای دیگر پیغام دادند که اگر ایران با ما مذاکره کند ما حاضریم کل تحریم ها را لغو کنیم. تقریباً به همه سران اروپایی و غیر اروپایی پیغام داده بودند که ما آماده ایم برای مذاکره و همه‌شون هم اصرار داشتن که این جلسه برقرار بشه و آمریکا هم که میگه که من تحریم رو برمی‌دارم. نکته دیگری که محل بحث بود این که چه تحریمی برداشته بشه و اونا به صراحت گفته بودن ما کل تحریم رو برمی‌داریم. ایران می‌خواهد اول آمریکا تحریم‌ها را لغو کند بعد وارد مذاکره شود و نه بالعکس. به فاصله کوتاهی بعد از صحبت‌های حسن روحانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم توییت زد که ایرانی‌ها می‌خواستن قبل از مذاکره من تحریم‌ها را لغو کنم، البته که گفتم نه. سیاوش اردلان،
بی بی سی. حسین علیزاده دیپلمات پیشین تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از شمال لندن با ما هستن. آقای علیزاده، این صحبت‌های متناقض آقای روحانی و آقای ترامپ رو چطور میشه تعبیر کرد؟ خب ببینید، اساسا این دوره سازمان ملل که آقای روحانی به اونجا رفته بود، اساسا یک جنگ تبلیغاتی را افتاده بود پیش از اینکه بخواد فضای مذاکراتی باشه، فضای دیپلماتیک باشه. فضا بیشتر جنگ تبلیغاتی بودش، چه از اینکه خبری آمده بود که ایران داره این کشتی رو آزاد میکنه که الان تر خبر شما بود آزاد شده، چه اینکه اون عملیات آرامکو انجام شده بود، پیامی رو ارسال کرده بودن، و چه کل فضایی که در دوران حضور آقای روحانی در اونجا ایجاد شده بود، همه حکایت از این داشت که این جنگ تبلیغاتی ابتدا به نتیجه میرسد یا نمیرسد. آنچه که مهم هستش، این فهم ما الان از پشت پرده بسیار ناقص هستش. جز خبرهای اندکی که هر طرف به ذوق و سلیقه خودش داره درز میدهد، درک درستی نداریم. آنچه که میتوانیم به طور کل به طور یقین بهش از آن بداریم، این استش که شرایط وخیمتر از گذشته شده است. نشون به اون نشونی که الان اتحادیه اروپا هم گفته ایران گام چهارم خودش رو بر نداره، محتاط باشه، ما میتوانیم اقدام بعدی رو انجام بدیم. روشن هستش که فقط وضعیت به طرف وخیمتر شده، اما این جنگ تبلیغاتی بوده، هست و خواهد. موضوع اینه که فارغ از اینکه الان برجام در چه شرایطی داره اعمال میشه و اینکه تهدید کشورهای اروپایی برای خروج از برجام، به نظر میاد که این موضوع داره کمی به حاشیه رانده میشه در مقابل موضوع مهمتری که گفتگوی رو در روی ایران و آمریکاست. ببینید، مسئله گفتگو عملا به در بسته خورده، خود با موازی که شخص آیت الله خامنه ای گرفتن. این در واقع مسئله در این خصوص روشن هستش. مسئله این هستش که اروپایی ها در این میان تا کنون حد وسط رو گرفته بودن، یعنی در دو قطب مخالف ایران و آمریکا اروپا اون وسط ایستاده بود. شرایط برای اروپا سخت شده، چون دیدید که اصلا با صراحت خود آقای مکرون توصیه کرد و آقای روحانی از اینجا شما برید تهران و این ملاقات انجام نشه، وضع خراب خواهد شد. یعنی عملا ما وارد مرحله خرابتر شدن وضعیت شده ایم. اما این که اتحادیه اروپا الان گفته که ایران گام چهارم خودش رو بر نداره و تهدیدی ازش استفاده می شود، من تلقی دیگه ای دارم. می توان، بله درسته که می توان این رو نوعی تهدید تلقی کرد، ولی می توان این رو هم نوعی توصیه تلقی کردش، به خاطر اینکه اتحادیه اروپا به هر حال مترصد هست ببینه که وضعیت ایالات متحده در این چند تا سال آینده، انتخابات سال آینده به کجا منتهی می شود. توصیه شون به ایران، این که من میگم توصیه از این بابته، توصیه شون به ایران این هستش که شما هم در این مدت زمان مماشات کنید، مراعات کنید، کمتر گام بلندی بردارید، که ما هم بتوانیم تو این مدت مجبور نباشیم اقدامات تند و تیزی انجام بدیم. عملا اگر ما هم این رو برداریم، ما به طرف آمریکا گرایش پیدا میکنیم، برای شما سخت‌تر میشه. من تلقیم این هستش که این خبری که امروز بیرون آمد که حالا کشورهای اروپایی گفتن به اصطلاح حرفی رو علیه گفتن به ایران، این بیش از این که یک تهدید باشه، یک توصیه منطقی هستش، و من فکر میکنم حرف درست رو اروپایی‌ها دارن میزنن. متشکرم از شما حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از شمال لندن با ما. نفتکش بریتانیای استنا ایمپرو بعد از 70 روز توقیف آبهای ایران را ترک کرد. این نفتکش پس از آن توقیف شد که نفتکش ایرانی به دستور دولت بریتانیا در جبل الطارق از ادامه مسیرش به سوریه بازداشته شد. ایران انکار کرد که توقیف نفتکش بریتانیایی به تلافی بود، اما نفتکش بریتانیایی را 3 هفته پس از آن آزاد کرد که دولت بریتانیا نفتکش ایرانی را رفع توقیف کرد. مهرداد فرهمند نگاهی دارد به رهایی نفتکش بریتانیایی و تنش میان ایران و عربستان و آمریکا در خلیج فارس. ظهر امروز به وقت محلی ناخدای استنا ایمپرو خبر داد که کشتی وارد آبهای بین‌المللی شده، همه خدمه سالمند و به سوی دبی در حال حرکت. داستان این کشتی بخشی از حکایت پر آب و تاب تنش میان ایران و آمریکا و متحدانش در خلیج فارس است. این کشتی در حالی آزاد شده که ایران متهم به حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی است.
آزادی کشتی همزمان بود با بازگشت حسن روحانی رئیس جمهور از نیویورک. از برخی از سران اروپا که یه بیانیه‌ای داده بودن و به نحوی گفته بودن ایران هم نوعی مسئولیت داره، از اونها پرسیدم که خب به چه دلیل شما این حرف رو میزنید، از کجا میگید، و من این مدرک رو میخوام از شما. من محکم گفتم من این مدرک نیاز دارم، به من بدید. گفتن ما اینجا نداریم. گفتم برای من بفرستید حتما. چی هستن مدرک شما، مبنای شما چیه؟ گفتن که بررسی هایی که کارشناس های ما کردن، گفتن که یمنی ها یا به تعبیر اونها حوثی ها توانمندیشون کمتر از این عملیاته. گفتم حالا فرض میگیریم که درست کمتره، پس کی این کاری کرده؟ گفتن ما نمیدونیم، جهتش جهت شمال بوده، نمیدونیم جهت غرب بوده، کجا بوده. گفتم خب این منطق شد، این استدلال شد. اولا شما اطلاعاتتون نسبت به یمن و حوثی چقدره؟ شما اطلاعاتتون نسبت به دشمنان یمن زیاده، چون اسلحه اونا رو شما میدید. اما اینکه یمنی ها حوثی ها تا چه حد توانمندن که شما اصلا خبر ندارید، اطلاع ندارید، این یک. و ثانیاً شما وقتی اتهامی رو متوجه جایی میکنید معناش میفهمید چیه؟ معناش یعنی آشوب، معناش یعنی شعله ور شدن فتنه و آتش در منطقه. پاسخی نداشتم و من به همه شونم گفتم که من در تهران که رسیدم منتظرم شما مدارکتون رو برام بفرستید. در حالی که حسن روحانی از قدرت حوثی ها میگوید، لحن حوثی ها هم تهدیدآمیزتر شده. علاوه بر عربستان، امارات را هم هدف گرفته. و نحن ننصح الامارات بان تتجنب. به امارات توصیه میکنم از رویارویی نظامی با ما پرهیز کنه، چون وضعیت اقتصادی و داخلیش از عربستان سعودی آسیب پذیرتره. ما حمله به امارات رو به دلیل تغییر سیاستش در یمن متوقف کرده بودیم تا تشویق بشه که نیروهاش رو بیرون ببره و رابطهش با ما عادی بشه. اما اگه باز هم قصد رویارویی با ما داشته باشه، پاسخ محکمی بهش میدیم. این رو هم بگم که مهلتی که به عربستان و امارات داده بودیم داره به سر میرسه. ماجرای گروگانگیری نفتکش ها به نظر میرسد بالاخره به پایان رسید. تا تنش در خلیج فارس این بار چه داستان دیگری بیافریند؟ مرتضی فرهمند، بی بی سی. همسر انوشه آشوری، شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی که در ایران به جاسوسی برای اسرائیل متهم شده، در گفتگو با بی بی سی این اتهام ها را دروغ خواند. انوشه آشوری، مهندس 65 ساله، دو ماه پیش به جاسوسی برای سازمان اطلاعاتی اسرائیل یا موساد و دریافت غیرقانونی پول متهم شد. شری زدی، همسر او که برای اولین بار بعد از بازداشت آقای آشوری با رسانه‌ها صحبت می‌کرد، به بی بی سی گفت همسرش دو سال پیش برای دیدار مادر 86 سالش به ایران رفته بود که بازداشت شد. خانم ایزدی گفته همسرش مدتی در سلول انفرادی بوده و درخواستش برای تجدید نظر حکم 10 سال زندانش رد شده است. مسیح علی نژاد، فعال حقوق زنان، میگوید ماموران امنیتی در ایران مادر او را تحت فشار گذاشتند تا او را وادار کند از فعالیت برای مبارزه علیه حجاب اجباری دست بردارد. پیشتر گزارش شده بود برادر خانم علی نژاد و همچنین برادر و خواهر همسر سابق او را بازداشت کردند. عفو بین‌الملل روز چهارشنبه از مقامات ایران خواسته بود با آزادی اعضای خانواده مسیح علی نژاد به کارزار سرکوب علیه زنان پایان دهند. مسیح علی نژاد، فعال حقوق زنان، از واشنگتن با ماست. خانم علی نژاد، بیشتر بهمون بگید از این فشارهایی که بر خانواده شما در ایران داره وارد میشه. خیلی ممنونم از دعوت شما. توی این روزها از وزارت اطلاعات رفتن خونه برادرم علی نژاد که پدر 45 ساله است، جلوی چشمای دو فرزند خردسالش او رو بازداشت کردن. جرمش اینه که برادر منه، به خاطر فعالیت‌های من او رو مورد تعقیب قرار دادن. از طرفی از وزارت اطلاعات تهران رفتن خونه
همسر سابقم در بابل و برادر ایشون هادی و خواهر ایشون لیلا لطفی رو بازداشت کردن و دنبال این هستن که چه رابطه ای با من دارن. همه اینها نشون میده که در واقع خانواده من رو گروگان گرفتن تا اونها رو تحت فشار قرار بدن و مادرم رو به لحاظ عاطفی تحت فشار قرار بدن تا من از فعالیت‌های خودم دست بردارم. در این لحظه من هیچ خبری از اینکه خانواده من در چه شرایطی هستن ندارم، به جز اینکه مادرم تماس گرفت، مادری که در تمام این سالها اگرچه عاشق جمهوری اسلامی افکار متفاوت با من داره ولی همیشه با عشق با من حرف میزد، برخلاف همیشه دیروز زنگ زد و اول با التماس بعد با خشم و عصبانیت فریاد میزد که در این 40 سال گذشته آمریکا 6 تا رئیس جمهور عوض کرده اما نتونستن جمهوری اسلامی رو عوض بکنن، پس تو هم کاری نمیتونی بکنی، تمومش کن، نکن. و با فریاد تلفن رو قطع کرد. این گفتمان مادر من نیست. مادر من یک زن عاشق، دوستش داره فرزندانش رو، همیشه خانواده رو کنار هم دیگه نگه داشت. این گفتمان حکومت ماست، گفتمان وزارت اطلاعات و امنیتیه که خانواده من رو شکنجه کرده. اولین بار هم نیست. مادرم رو پیشتر بردن و او رو 2 ساعت بازجویی کردن که چرا با من ارتباط داره. برادر من هم قبل از اینکه بره ویدیویی ضبط کرد و به من گفت چه فشارهایی رو دارن خانواده من تحمل میکنن و در تمام این مدت از اونها خواستن که از من بخوان که ساکت بشم، نتیجه نداد و الان خانواده‌ام رو گروگان گرفتن و نمیدونم کجا دارن نگهداریشون میکنن. آیا نگران ادامه این فشارها بر اعضای خانواده‌تون در ایران هستید؟ طبیعیه که هم من نگرانم و هم میلیون‌ها ایرانی دیگه. من از زمانی که خانواده‌ام رو گروگان گرفتن ویدیوهای زیادی گرفتم از کسانی که پیشتر از من اعضای خانواده‌شون رو به دلیل فعالیت بستگانشون در خارج کشور در داخل ایران بازجویی کردن، ممنوع خروج کردن و این کار اسمش گروگانگیریه. تلاش هم کردن که عذاب وجدان رو به من منتقل بکنن. بسیاری از کسانی که در داخل ایران هستن این تجربه رو دارن، یعنی زنگ میزنن میگن اگر تو سکوت نکنی فشار بر خانواده بیشتر میشه. اما من میخوام از همین جا، از همین تریبون استفاده بکنم و به مادرم و بقیه اعضای خانواده که اونها رو گروگان گرفتن بگم که ما نباید عذاب وجدان بگیریم. اون کسی که شکنجه میکنه، اون کسی که گروگان میگیره، اون کسی که زندانی میکنه افراد بیگناهی مثل برادر منو، مثل مادر سهیل عربی رو، مثل مادر سبا کردافشاری رو، مثل مادر مصطفی کریم بگی رو که اینا فقط دادخواهی کردن ولی الان گروگان این حکومت هستن، اونها باید عذاب وجدان بگیرن. مقصر این گروگانگیری ما فعالان مدنی نیستیم. مقصرش حکومتی است که در داخل سرکوب میکنه ولی در خارج کشور مثل آقای روحانی، آقای ظریف میان و کاسه گدایی رو پیش آمریکا دراز میکنن. مقصرش حکومتی است که در واقع فرزندان خودش رو، آقازاده‌هاش رو به خارج کشور میفرسته ولی منو به عنوان دولت متخاصم معرفی میکنه و حتی به عزیزترین کسان من میگه اگر ارتباط برقرار کنیم با خانواده‌تون جرم هست. بنابراین نه تنها من نگرانم، میلیون ها ایرانی نگرانن و امیدوارم که این باعث بشه سکوتشون رو بشکنن. حکومت میخواد ما رو خفه بکنه، این سکوت رو بشکنن و در مورد روند گروگانگیری خانواده هاشون با صدای بلندتر حرف بزنن. مسیح علی نژاد، فعال حقوق زنان در واشنگتن، متشکرم از شما. و اجازه بدید نگاهی دوباره بندازیم به مهمترین عناوین خبری این برنامه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته ایران از آمریکا خواسته بود قبل از شروع مذاکرات تحریم‌ها را لغو کند اما آمریکا مخالفت کرده است. نفتکش بریتانیایی سینا امپرو بعد از 70 روز توقیف آب‌های ایران را ترک کرد. در ادامه این برنامه، سفر به قلب درگیری‌های داخلی در لیبی، سازمان ملل می‌گوید جنگی تمام عیار در همین نزدیکی است. جان باس، سفیر آمریکا در افغانستان، از اظهارات اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در مورد بیکفایت خواندن اداره توسعه بین‌المللی آمریکا ابراز ناامیدی کرده است. آقای باس در یک رشته توییت گفته اداره توسعه بین‌المللی آمریکا مشغول انجام کارهای فوق‌العاده در افغانستان بوده و در زمینه بهبود زندگی مردم نقش اساسی داشته. آقای غنی 2 روز قبل در مصاحبه با رادیو آزادی گفت اداره توسعه بین‌المللی آمریکا یکی از بیکفایت‌ترین نهادهای کمک کننده در افغانستان است. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان هم در واکنش به این صحبت‌ها از عملکرد اداره توسعه بین‌المللی آمریکا در افغانستان دفاع کرده. ساعت پیش در گفتگوی با همکارم زیا شهریار در افغانستان پرسیدم انتقاد آقای غنی دقیقاً به چیست. 2 روز پیش آقای غنی در مصاحبه با یکی از رادیوهای
بین‌المللی در کابل گفت که اداره توسعه بین‌المللی آمریکا که مهمترین نهاد کمک کننده آمریکا در افغانستان هست، یک نهاد بیکفایت است، یکی از بیکفایت‌ترین نهادها طور که خواندش در میان نهادهای کمک کننده در افغانستان، و گفت که از هر دلار که این نهاد در افغانستان در سالهای گذشته مصرف کرده فقط 10 سنتش به افغانستان در حد مصرف شده یا در جیب به گفته خودش افغان‌ها رفته، و به گفته از او در 5 سال گذشته اداره توسعه بین‌المللی آمریکا حاضر نشده که به دولت افغانستان و به آقای غنی حسابدهی بکنه. این اظهارات موجب شد که دیشب سفیر آمریکا در افغانستان جان باس در یک رشته توییت اظهارات آقای غنی را مایوس کننده خواند و در دفاع از عملکردهای اداره توسعه بین‌المللی آمریکا گفت که این اداره در حقیقت نقش اساسی در بهبود زندگی مردم افغانستان داشته و تلاش کرده که در حقیقت برای برنامه‌های توسعه‌ای دولت افغانستان، برای طرح‌های بدن بالایی که آمریکا در 18 سال گذشته در افغانستان داشته کمک بکنه، و آقای غنی نباید چنین اظهارات را در این مورد این نهاد مطرح میکنه. در هفته های اخیر انتقادهای بیشتری هم شده از اداره آقای غنی توسط سفیر آمریکا در افغانستان. این به چه معناست؟ به معنای بالا گرفتن تنش هست بین آمریکا و افغانستان؟ دقیقاً در چند هفته اخیر سفیر آمریکا در کابل و بعدش هم وزارت خارجه آمریکا یک سلسله اظهارات و انتقادهای از نهادهای در دولت افغانستان داشتند که گمانه‌زنی ها و حتی تصور از این به وجود آورده که روابط بین آقای غنی و آمریکا پرتنش شده. سفیر آمریکا در مورد قطع برق کابل یک بار نوشته بود که اداره تدارکات ملی افغانستان که مستقیما تحت اداره آقای غنی است نمیگذاره که در حقیقت کارخانه تولید برق کابل در این مرحله حساس با آسانی سوخت خرید بکنه. بعد وزارت خارجه آمریکا در یک خبرنامه حدود 160 میلیون دلار کمک را که آمریکا در بخش انرژی به افغانستان تعهد کرده بود او را در حقیقت دوباره اعلام کردن که به خزانه آمریکا برگشتانده میشه، و پاسخهای از طرف دولت افغانستان در این مورد وجود داشته، ولی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به نظر میرسه که روابط پرتنش است. ضیاء شهریار بود در کابل. همزمان با احتمال برگزاری تظاهرات ضد حکومتی، تدابیر امنیتی در قاهره پایتخت مصر و دیگر شهرهای مصر بیشتر شده. میدان تحریر که 8 سال پیش در بهار عربی مرکز تجمع مخالفان بود، حالا بسته شده. مخالفان دولت مصر در خارج این کشور فراخوان تظاهرات دادند. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر به طرفدارانش اطمینان داد اعتراضات جدی نیست. همزمان سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرده در یک هفته گذشته نزدیک به 2000 نفر دستگیر شدند. مقام‌های سازمان ملل هشدار دادند افزایش درگیری‌ها در لیبی ممکن است کشور را در یک جنگ تمام عیار گرفتار کند. موج جدید خشونت‌ها در لیبی از 5 ماه پیش آغاز شد، زمانی که یکی از فرماندهان شورشیان حمله‌ای را برای گرفتن ترابلوس پایتخت آغاز کرد. اولا گرین خبرنگار بی بی سی از ترابلوس گزارش می‌دهد. حاشیه جنوبی ترابلوس، جبهه نبردی در حومه شهر. سفری به قلب درگیری‌های اخیر در لیبی، نبردی که بازیگران خارجی هم در آن دخیلند و به شکل‌گیری جنگ نیابتی دیگری در خاورمیانه کمک می‌کنند. فرمانده به ما خط مقدم را نشان می‌دهد، جایی که برای حفظ کردنش عده زیادی کشته شدند. او و مردانش محافظان ترابلوس هستند و برای دولت به رسمیت شناخته شده توسط سازمان ملل می جنگند. دولتی که از حمایت ترکیه و قطر برخوردار است. آنها به نیروهای دشمن تیراندازی می کنند که مورد حمایت مصر، امارات، فرانسه و روسیه هستند. از آوریل جنگ در اینجا در جریانه. بسیاری از اون دور از چشم بوده، اما امروز آتش زیادی رد و بدل میشه. چیزی که اینجا اتفاق میفته پیامدهای فراتر از ترابلوس داره. این ترس وجود داره که اگه این درگیری ها ادامه پیدا بکنه، این میتونه لیبی رو وارد یک جنگ تمام عیار بکنه.
دولت میگوید دشمن در درگیری ها برتری دارد و نمیتواند در همه جبهه ها بجنگد. وزیر کشور لیبی میگوید در حالی که نبرد ترابلوس با شدت ادامه دارد، این میتواند فرصتی برای گروه های دیگر از جمله داعش باشد. این میتونه فرصت خوبی برای القاعده، بوکو حرام، داعش و جرائم سازمان یافته باشه. این جو مناسبی برای اونهاست. اونها هم از این فرصت استفاده میکنن. میتونن توی صحرا رشد و حرکت کنن. They can grow now in the desert and they can move. و الان شما نمیتونین باهاشون بجنگین چون دارین از ترابلوس دفاع میکنین؟ Yes, we continue our activity to بله ما به فعالیتمون برای دستگیری بعضی هاشون ادامه میدیم، اما فقط در منطقه خودمون و نه بیرون از اون، و به همکاری با نیروهای امنیتی آمریکا ادامه میدیم، اما تمرکزمون روی خط مقدمه. دولت حتی نمیتواند از فرودگاه پایتخت محافظت کند. آنجا اوائل این ماه هدف حمله هوایی قرار گرفت. این تصاویر مردم را هنگام حمله نشان میدهد. فرودگاه فعلا تعطیل است. سمبول بارزی از حمله به یک پایتخت. به پایان این بخش خبر میرسیم. ممنون از همراهی شما با بی بی سی فارسی.